سرخط خبرها و مهمترین ها. دیپلمات جمهوری اسلامی و طالبان: حکومت فراگیر یک حکومت ائتلافی مشارکتی و جمع انضداد نیست. روزنامه ایرانی: دیپلمات های طالبان در زایدان امنیت ملی ایران را به خطر خواهند انداخت. طالبان از صدور جواز رانندگی الکترونیکی در آینده نزدیک خبر داد. و همچنان در پایان، امریکا پایان تاریخ امارت طالبانی را اعلان کرد. مشروع خبرها: یک دیپلمات ایرانی با استقبال از برگزاری نشست بررسی روابط حکومت جدید ایران با طالبان گفت ایران خواهان یک کشور باثبات در همسایگی خود است. رسول موسوی با اشاره به انتقادها درباره تاکید ایران مبنی به تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان گفت حکومت فراگیر ائتلافی مشارکتی و جمع ازداد نیست. رسول موسوی در حساب کاربری خود در اکس نوشت که در بخش از نشست وزارت خارجه طالبان صحبت کلی درباره حکومت فراگیر شده است. او گفت که سخنران این نشست اطلاعات و تحلیل درست از آن ندارد. آقای موسوی از سخنران نشست طالبان اسم نبرده است، اما وزارت خارجه طالبان گفت که جعفر میدوی نماینده پارلمان پیشین افغانستان و یکی از چهره های نزدیک به این گروه در این نشست گفته است که جمهوری اسلامی از مسئله ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان بگذرد. بر اساس اطلاعات وزارت خارجه طالبان، آقای میدوی گفته تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان نه عملی است و نه قابل قبول. او افزوده است نهایت حکومت یک موضوع داخلی افغان ها است. روزنامه ایرانی: دیپلمات های طالبان در زایدان امنیت ملی ایران را به خطر خواهند انداخت. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت پس از تحویلی قنسولگری افغانستان در مشهد به طالبان، بیم واگذاری قنسولگری این کشور در زایدان نیز افزایش یافته است. این روزنامه در مقاله نوشت سپردن قنسولگری زایدان به طالبان می تواند امنیت ملی ایران را به خطر اندازد. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که برغم مخالفت جامعه مدنی، تیم تدهیر طالبان در ایران شرایط را طور مهیا کرد که قنسولگری افغانستان در مشهد پیش از تشکیل کابینه مسعود پزشکیان در خلای قدرت به طالبان تحویل داده شود. طالبان از صدور جواز رانندگی الکترونیکی در آینده نزدیک خبر دادند. وزارت داخله طالبان اعلام کرده است که این گروه برای نخستین بار روند توزیع جواز رانندگی الکترونیکی را در کشور آغاز کرده است. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، در برگه اکس گفته است که این اقدام را برای جلوگیری از رویدادهای ترافیکی در کشور روی دست می‌گیرند. گیزنی شب هنگام هواپیمای بی‌سرنشین در آسمان هلمند. مخاطبان در هلمند میگویند که از 3 روز به این سو هواپیمای بی‌سرنشین در آسمان این ولایت گیزنی میکند. آنان میگویند که هواپیمای ناشناس تا کنون در فضای شهر لشکرگاه و ولسوالی سنگین دیده شده است. یک باشنده هلمند شاکی است که هواپیمای بی‌سرنشین در حد با فاصله کم پرواز میکند که از بلندی صدای آن شبها خوابش نمیبرد. با این حال مشخص نیست که هواپیما مربوط به کدام کشور است و چه اهداف را دنبال میکند. گیزنی هواپیماهای بی‌سرنشین در شمار از ولایت‌های کشور افزایش کم بیشینه یافته است. هرچند طالبان در مورد گیزنی هواپیما در هلمند چیزی نگفتند، اما مقام‌های این گروه بارها نسبت به این گیزنی‌ها ابراز نگرانی و بر جلوگیری از آن تاکید کردند. چند پیش وزیر معارف طالبان در نشست گفته بود که برای جلوگیری از گیزنی هواپیماهای بی‌سرنشین در آسمان کشور نیاز به علوم عصری است. اظهاراتی که نشان می‌دهد این گروه بیشتر نگران این موضوع است. 8 میلیون مهاجر در 3-4 سال. مردم از جهنم طالبان می‌گریزند. آمار دقیق وجود ندارد، ولی احتمال دارد که حدود 30 میلیون تن در حال حاضر در داخل افغانستان زندگی کنند. آنهایی که قادر شدند خود را به گونه دائمی یا موقت به جاهای امن‌تر از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برسانند، خوشبخت بودند. اکنون باید به سرنوشت غم‌انگیز اکثریت مردمی فکر کرد که اینک در سایه حاکمیت طالبان زندگی میکنند و از کمترین حقوق و امتیازات برخوردار نیستند و در معرض انواع فشارها و اقتلافی‌های جدی واقع شدند. کشورهایی که همیشه شعار حقوق بشر سر میدن در عمل وارد تعامل با طالبان شدند و به نوع از انها در تحکیم پایه‌های قدرت طالبان سهم می‌گیرند و با فرستادن هفتوار ده‌ها میلیون دلار به خزانه این گروه ارکان اقتصادی نظام طالبان را تقویت می‌کنند. تقریبا همزمان با نشر گزارش، سازمان بین‌المللی مهاجرت در مورد افغانستان شاخص پاسپورت هنلی اعلام کرد که پاسپورت افغانستان در میان کشورهای جهان با یک رتبه سقوط در آخرین رتبه قرار گرفت. با وصف آنکه پاسپورت افغانستان به اعتبارترین پاسپورت جهان است، اما گاهی شهروندان در این 3 سال برای دریافت آن مجبور شدند اعضا دردسر را به جان بخرند و حتی چندین هزار دلار را صرف کنند تا آن را دریافت کنند.
طالبان با استفاده از مجبوریت شهروندان و اشتیاق آنها به رفتن به خارج پولهای گزاف را به جیب میزنند. طالبان نظام جمهوریت را متهم به فساد اداری و رشوت‌ستانی و خیشخوری میکنند، حالان که خودشان نیز روز تا روز به این آفتها آلوده میشوند. در 4-5 دهه اخیر افغانستان در صدر جدول مهاجرت‌های غیرقانونی قرار داشته است. این کشور یکی از بدترین کشورها برای زیست کریمانه و عزتمندانه در روی کره زمین است. خشونت و شفتگی مداوم 4-5 دهه پسین زندگی در این کشور را به جهنم دنیایی تبدیل کرده است. میلیون ها تن از ساکنان آن و سرزمین های دیگر و به ویژه کشورهای همسایه پناه بردن و بعد دشواری شب و روز خود را سپری می کنند. هزاران تن از آنها در پشت مرزهای کشورهای ترکیه و یونان در تقلا برای رسیدن به کعبه آرزوهای عمر خود را ذره ذره هدر می دارند. در 40 سال پیشین نام این کشور همیشه با مصیبت و جنگ خونریزی و مرگ می توهم بوده است. تحولات دراماتیک اخیر در این کشور بر مصائب آن افزوده و باشندگانش را از نظر روحی و اقتصادی به شدت تحت فشار قرار داده و بسیار از ساکنان آن را بار دیگر در تکاپو انداخته تا راه و رخنه بیابند برای فرار از سرزمینی که ظلم و ستم و تبعیض و تعصب و آزار سکه‌ای رایج در آن است. حوادث چند سال اخیر این حقیقت تلخ را آشکار کرده که برای کشورهای جهان مصیبت و فلاکت مردم افغانستان در اولویت قرار ندارد و برای آنها سرنوشت ده‌ها میلیون آدم اهمیت چندان ندارد. آنچه برای کشورها حائز اهمیت است تأمین مصالح و منافع خودشان است و در صورتی که مصالحشان ایجاب کند دست به توجیه و تفسیر خشونت و سرکوب حکومت ها می زنند و حتی با شیطان نیز ائتلاف می کنند. اگر قرار باشد از این وضع رهایی پیدا کنیم، یگانه گزینه اتکا بر خیشتن و استفاده نیروهای داخلی برای ایجاد تعامل مثبت است. باید نیروهای سیاسی مختلف نجات کشور از این مهلکه را سرلوحه کار خود بسازند و اختلافات کوچک و جزئی را کنار بگذارند و با تمرکز بر نقاط مشترک و دوری از اتهام بافی و لجن پراگنی علیه یکدیگر به دنبال راههای بیرون رفت از این وضعیت نکتبار باشند. اگر نیروهای مخالف طالبان که بیشتر آنها در تبعید به سر میبرند اختلافات سلیقه‌ای و جزئی را کنار نگذارند و بر محور ارزش‌های مشترک گرد هم نیایند، طالبان برنده میدان خواهند بود و هر قدر زمان بیشتر سپری شود به همان اندازه پایه های حاکمیت طالبان استوارتر می شود. متاسفانه زمان به نفع طالبان است، اما مخالفان طالبان در اوج بی برنامگی و رقابت های درونی کودکانه خود قرار دارند. تشکر که تا این هم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه سپارم. شب روزتان خوش. خداوند یار و مددگار همه شما باشد.